چند روز دیگه ماه رمضون، سر این حلیمی ها حسابی شلوغ میشه. بفرمایید. موشه جون لابد زیر کرکیتم روشن کردی؟ بله بله. خوشمزه هست موشه جون. چیزی شده آقا؟ فکر سامان بهش نمیخورد قاتل باشه. باش حرف زدی؟ نه، از طرز رفتارش با شما میگم. اگه چیزی بودش که نمیشست براتون توضیح بده. نه، برای همین وقتی که تو پارک دستم بردم بالا به پلیس زنگ نزدی؟ راستش وقتی بهم گفتیم میخوایم برین کیو ببینین، با خودم گفتم یه همچین آدمی نمیتونه قاتل باشه. خواستم حرفاشو بشنوین. بعدم که یه دفعه حالتون بد شد و من دویدم اومدم سمت شما، اصلا یادم رفت. ولی وقت فراغون داشتی که به پلیس زنگ بزنی. اصلا حواسم به زمان نبود، یادم رفت، وگرنه زنگ میزدم. وقتی به حرفاش فکر میکنم یادم نمیاد که کنار مغازه ما انباری باشه که تون آتش سوزی جنسای اینا سوخته باشه. یعنی دروغ میگه؟ نمیدونم، میگم شاید یه سوء تفاهم یا یک توهمه. بالاخره حتما اونم واسه حرفاش دلیل و مدرکی داره. آقا داروهاتون خوردی؟ یه دونه از قرصان مونده. کجاست؟ من بیارم براتون. توی این تا الان میارم براتون. الو، سلام خانم جوانمردی. خوبم الحمدلله. شما خوبی؟ من باید شما رو ببینم. نه نمیتونم از خونه بیام بیرون. زحمتی نیست شما تشریف بیارین خونه ما؟ خیلی ممنون، متشکرم، خداحافظ. علیکی سلام، چطوری؟ بشین بشین، یه چایی بریزم با هم بخوریم. تو که گفتی از شادی دلخوری، تلفوناشو جواب نمیدی. چی شد بهش زنگ زدی؟ مجبور شدم، میخواستم حالا قاسمو بپرسم. چطور حالا قاسم؟ خوبه. این شادی خانم گفت اصلا بیمارستان هم نبردنش، خونش داره استراحت. نمیری ملاقاتش؟ دیوونه شدی؟ برم که منو میده دست پلیس. اگه میخواست این کارو بکنه که همون دفعه اول زنگ میزد به پلیس. دفعه اول میخواست حرفامو بشنوه، ولی این دفعه حتما زنگ میزنه. اتفاقا الان هم این کارو نمیکنه. چرا؟ چون حرفاتو شنیده. شنیده ولی باور نکرده. اصلا داداش باورم بکنه به ضرر منه. پیش خودش میگه آرمده به خاطر انتقام پژمانو کشته. معلومه دیگه. خیلی خب، حالا با این وضعیت تو میخوای چی کار بکنی؟ همون که بهت گفتم.
خر نشو امیر. بابا تو خونه زندگیت هست و نیستت اینجاست. خارج رفتن داخل چیه؟ وضعو بدتر از این نکن پسر. وضع من داداش بدتر از این نمیشه. با دختر مردم میخوای چیکار بکنی؟ این همه بهش وعده وعید دادی. خب میتونه با من بیاد، خودش نمیخواد بیاد. خب نمیتونه بیاد، دست خودش که نیست. آقا من نمیدونم، من باید برم. الانم اومدم اینجا که با هم بریم محضر. محضر؟ محضر واسه چی؟ میخوام به وکالت بدم بابت خونه. خونه خود سخت فروش میره، زمان میبره. خونه رو بفروش، بعد پولشو دلار کن بفرست برام. من الان نمیتونم، گیرم ماشین مردم زیر دستم. میبینی که مجید تو اصلا متوجه وضعیت من نیستی. آقا نمیگم نمیام نمیکنم که، میگم الان گرفتارم. چه میدونم فردای پس فردای قرار میذاریم و موقع بریم. چرا ناراحت میشی؟ نه ناراحتی نداره، من گردنم زیر تیغه. تو نشستی اینجا به خاطر 2000 درآمد. دم شما گرم. کجا میری امیر؟ امیر با تو هم بیا. ببین این عکس و مشخصات خونه‌ای که تو اپ ما ثبت شده، این خونه‌ای که مشتری رفته. کنترل کردن این قضیه خیلی کار سختیه. بالاخره ممکنه از 100 نفر 2 نفر موقع باز در بیان و آدرس و عکس فیک بده. ما هم باید مثل سایت و اپلیکیشن های دیگه یه بخش شکایت مشتری را بندازیم. اگر شکایت درست بود که خسارت پرداخت کنیم. اینطوری ممکنه خیلی ضرر کنیم. هاش نخورده و دهن سوخته. بله ضرر میکنیم، ولی هم اعتماد مشتری جلب میشن برای خودمون تبلیغ. فکر بیمه و حقوقش رو کردی؟ نمیتونی که از کارمندایی که داریم اون بر این کار بذاری؟ رونا چی؟ میگم یکی از این کارمندا رو بذاریم. نه اینا سرشون خیلی شلوغه. از آرش چه خبر؟ هیچ. یعنی فقط دنبال این بود که پول بردار رو بره؟ چرا این حرفای تکرار میکنی؟ تو خودت هم میدونی ارزش اون اب خیلی بیشتر از 50 میلیون تومن. از کجا معلوم؟ آرش مشتری دست به نقد داشت، یادت نیست؟ این قصه رو برای من تو گفت که اعتماد ما رو به دست بیاره. حرفای اون قصه است. این که کار شرکت داره میگیرم قصه است. شکایت بنفشه چی؟ اگه توی دادگاه 200 میلیون از ما بخواد چی؟ رونا تا کی میخوای از آرش دفاع کنی؟ تو تکلیف تو باشه یه سره کنی. چی رو یه سره کنم؟ تو این مشکل واسش پیش اومد ولش کنم بذارم برم؟ چه مشکلی؟ خب چرا به تو نمیگه؟ چه میدونم؟ شاید داره مراعات حالمو میکنه. نمیخواد ناراحت شه. تو چرا انقدر زود قضاوت میکنی؟ من بر اساس چیزی که میبینم قضاوت میکنم. شاید واقعیت چیز دیگه ای باشه. پس انقدر سعی نکن منو نسبت به آرش بدبین کنی. آقا ساله، با آرش حرف زدی؟ بالاخره فهمیدین چی شده؟ نه هنوز. یعنی اصلاً باهاش تماس نداشتیم؟ چرا؟ ولی جواب درست حسابی بهم نداد. خب نپرسیدین ازش چرا تلفن منو جواب نمیده؟ گفتیم بهش تو چه شرایطیه؟ ببخشید دانا خانم، من الان مشتری دارم. شما قول دادین؟ بله، ولی الان خیلی سرم شلوغه، نمیتونم صحبت کنم. خداحافظ. ببخشید خانم نظریه، خانمی اومدم با شما کار دارم.
آرش خوبه؟ راستش برای همین موضوع اومدم اینجا. من با آرش حرف زدم. ظاهراً یه دختری به اسم بنفشه که قبلاً با آرش کار میکرده مدعی شده تو این برنامه سهم داره و از آرش شکایت کرده. بله اینو میدونم، ولی فکر میکنم چیز دیگه ایه که آرش رو ریخته به هم. چرا این فکر رو میکنی؟ چون انگار این مسئله خیلی هم براش مهم نیست. فکر میکنم یه چیز مهمتریه که اینطوری فکرش رو مشغول کرده. پس تو ظاهراً همه ماجرا رو نمیدونی. آرش به این دختر پول داده. آرش بهش پول داده؟ آره، برای اینکه از شکایتش صرف نظر کنه. اون که با این کار مخالف بود، گفت پول زور بهش نمیدم. مجبور شده، حتما به خاطر شرکت. من بازم باورم نمیشه آرش نمی کنه این کار. اصلا برفرض اینم که بکنه، به من چرا نباید بگه؟ نمیدونم، شاید فکر شما دچار اشتباه میشین و فکر میکنین در مورد بنفشه بهتون دروغ گفته. برونو جان، رامین برادر من، طاهر خانم مادر. سلام باز. سلام علیکم. من یه سر میرم کارخونه، حواست به اینجا باش. باید ببخشیم، رامین از دست آرش عصبانیه. آرش کار فیل کرده رفته. تو چی؟ تو هم از دستش عصبانی هستی؟ من بیشتر نگرانشم. آرش تو رو خیلی دوست داره. من مادرم این چیزها رو خیلی خوب میفهمم. من با ازدواج شما مخالف بودم. میدونی بزرگترها همیشه بر اساس تجربه هایی که تو زندگیشون داشتن یه حرفایی میزنن که شاید به نظر کهنه بیاد، ولی من الان نظرم عوض شده. فکر میکنم تو و آرش با هم خوشبخت میشین. اینجا هستی؟ براتون غذا درست کردم، گازه. دستت درد نکنه. خیر ببینی. دکتر قراره بیام؟ آخر شب قراره بهم سر بزنه. من منتظر مهمون دیگه ای هستم. کی آقا؟ حسابدار پژمان. گفتم بیاد. میخوام راجع به سامان باهاش حرف بزنم. آقا من با اجازتون برم دیگه، شما کاری ندارین؟ آمد در رو واسش واز کن. یه چند دقیقه بمون بابا، من با این وضعم نمیتونم ازش پذیرایی کنم. ممنونت میشم. حتما. چشم. خوش آمدی. بفرمایید. آرش جان از مهمان ما پذیرایی کن. بله چشمت من. حالت خوش نیست؟ طوری شده؟ نه خوبم. جوونی
مدتی کمکم میکنه، از های دستم شده، نمیدونم اگه نبود چه کار میکردم. ازت خواستم بیایی پیشم، یه خواهشی ازت میکنم. بفرمایید. اون روز من حرفای سامان رو همش رو شنیدم. اون حتی قسم خورد که قاتل بچه من نیست، ولی حرف که چیزی رو ثابت نمیکنه. من مطمئنم اون این کارو نکرده. بفرم. از کجا اینقدر مطمئنی؟ اون شب سامان برنگشته اونجا. من از دوستشم پرسیدم، گفت اصلی اومد ماشین رو به هم داد رفت خونه. خب آقا قاسم، اگر سامان این کارو کرده بود چرا فرار نکرد؟ چرا هنوز مونده؟ من باید دوباره ببینمش، باید باش حرف بزنم. سامان دیگه جواب تلفن من رو نمیده، دیگه بهم اعتماد نداره، خیلی از دستم ناراحته که شما رو بردم پیشش. حالا سعی کن پیداش کنی، باید ببینمش. یه چیزایی گفته که صحت سقمش برای من ثابت نشده. من هر چی توی گذشته فکر میکنم، حتی جای پایی از پدرش، اون فاجعه‌ای که رخ داده نمیبینم. بالاخره اون برای حرفاش باید دلیل و مدرکی داشته باشه. همه سعی هم میکنم پیداش کنم. قانعش کن بابا که بیاد پیش من. شاید واقعا اون قاتل بچه من نباشه. اون حقی به گردن من داره در اون صورت که وجدان من ناراحته، دلم میخواد بفهمم. با اجازت من دیگه نه آب میوه تو بخور بعد برو. همینقدر کافی. ممنونم، خدافظ. خوشم. با عزتون برم براش ماشین بگیرم، حالش فکر کنم خوب نبود. برو کمکش. شادی، شادی وایسا، میخوام باهات حرف بزنم. من باهات حرفی ندارم. چرا؟ مگه من چیکار کردم؟ چیکار کردی؟ واسه چی اومدی تو خونش؟ برای چی داری از پدرش نگهداری میکنی؟ من مجبور بودم. واسه چی مجبور بودی؟ نمیتونستم تنهاش بذارم، هیچ کسی رو نداشت. نه، تو این کاری کردی، ببخشتت. شادی جان، من فقط میخواستم کمکش کنم، همین. این همه آدم، چه تو باید کمکش کنی؟ میفهمی اگر بفهمه تو قاتل پسرشی چی میشه؟ بابا اگه یه درصدم احتمال این باشه که قاتل پسرشو ببخشه، با این کاری که تو کردی بدتر لج میکنه. بهت گفتم من مجبور بودم. با پیرمرد هیچ کسی رو نداره. میفهمی داری چی کار میکنی؟ دروغایی که به مامان گفتی، کاری که با رونا کردی، دروغایی که داری به پدر پژمان میگی. تو نمیدونی من تو چه برزخیم. من همش فکر میکنم کابوسه، همش فکر میکنم خواب و خیاله، الان بیدار میشم. اینا رو میفهمی؟ میگی من چی کار کنم؟ تو برادرمی، لو بری اعدامی. از یه طرفم هم فکر میکنم اون سامان بدبخت پژمانو کشته، بیگناهیشم فقط یه جور ثابت میشه، اونم که قاتل اصلی پیدا بشه. آرش، سامان به من گفته که یه عقد کنیم بریم، من قبول نکردم. من چی کار کنم؟ نمیدونم باید چی بگم. نمیدونم، جرأت ندارم برم خودم معرفی کنم، نمیتونم. نبایدم معرفی کنی، حکمت اعدامه. همش تقصیر منه، به خاطر من با پژمان دعوا کردی. تقصیر تو نیست. چرا؟ نباید اون حرفا رو به تو میزدم. گذشته که نمیشه کاریش کرد. اگه میشدش که من خدام بودش پژمان زنده بشه. نمیشه. چی شده؟
مامور اونجا چی کار میکنه؟ ادامیم آرش شادی، من باید برم دفتر، یه قراری یه جوری باز با قاسم بذار که سامانو ببینه، لطفا. سلام جوامردی، خوبین؟ مامورا کجا؟ مامورا؟ مگه اینجا مامور نیومده؟ نه مامور نیومده اینجا. خانم نظری زنگ زد گفت. نه والا. خودش کجاست؟ تو اتاق. بذار برای توضیح. چی توضیح میدی؟ برای چی دروغ گفتی مامور اومده اینجا؟ من وسط این همه بدبختی کشوندی اینجا. که بیا اینجا بتونم باهات حرف بزنم. زده به سرت مگه؟ آرش به بنفشه پول دادی؟ چرا به من نگفتی؟ نکنه این واقعا مال اونه. تو فکر میکنی من دروغ گفتم؟ آره؟ آره دروغ گفتم. خب پس برای چی بعد این همه پولو بهش بدی؟ کی همچین حرفی زده ها؟ مادرت امروز اینجا بود، دلش خوش بود فهمیده مشکل تو چیه. با همین دروغاتون بنده خدا هم کشوندی آوردی اینجا. آره من نگفتم، خودش اومد میخواست خیال منو راحت کنه. خب بلند شدی رفتی پیش این، اون حرف زدی که همه رو نگران کردی. آره چه نگاه به خودت کردی؟ هر کی حال روز تو رو ببینه نگرانت میشه. اصلا لازم نیست من چیزی بگم. آقا من نمیخوام کسی نگرانم باشه. مگه میشه؟ چیو داری از ما پنهون میکنی آرش؟ این چه اتفاقی که به خاطرش همچین دروغی به مادرت گفتی؟ کامیار یه چیزایی میگه من نگرانم خیلی. چی گفته؟ میخوام از خودت بشنوم. تو برای چی با کامیار حرف زدی ها؟ آرش الان مسئله توی نه کامیار. اتفاقا مسئله همینه. بهت گفته بودم مردی که پاشو از اینجا ببره، اون وقت بلند میشه میاد اینجا راجع به من مزخرف میگه. تو حرفای اون مردی که رو قبول میکنی؟ حرفای من نه. آرش من اصلا اشتباه کردم، ما به درد هم نمیخوریم. چی داری میگی؟ تو لیاقتت همون آدمه، اما آدم احمق نوکیسه. خیلی به هم دیگه میاین. دست از سر من بردار رونا، من نمیخوامت دیگه، بفهم. دعواشون شده با کی؟ با آرش. زنگ بزن اورژانس. چرا وایسادی؟ وایسا من زنگ اینو بگیر. زنگ بزن اورژانس دیگه.
قبول کنین کاری که کردین درست نبود. واسه خاطر خودش این کارو کردم. آقا حسین باید باش حرف می‌زد تا می‌فهمید قد کار اون نیست. میدونم، اما خب بهتر بود قبلش به خودش میگفتی. قبول نمی‌کرد. سامان هم تو شرایط بدیه. تحت فشاره، نمیتونه تصمیم بگیره. من و شما باید کمکش بکنیم. من که هر کاری از دستم بر بیاد براش انجام میدم. میدونم، اصلا واسه همین اومدم اینجا که آدرس خونه‌اش رو از شما بگیرم. چرا بهش زنگ نمیزنی؟ جواب نمیده. من با آقا قاسم حرف زدم. میگه من الان تردید دارم قتل پسرش کار اون باشه. به فرض که اینطور باشه. مهم پلیسه. میدونم، ولی همینم وضعیت رو خیلی بهتر میکنه. ببینین، اگه آقا قاسم بره پیش پلیس بگه قتل پسرش کار سامان نبوده، خب وضعیت خیلی بهتره دیگه. الان آدرسش رو بهم میدین؟ شرمنده، من آدرس خونهشون رو بلد نیستم. چرا نمیخواین کمکم کنی؟ واقعا بلد نیستم. انتظار داریم باور کنم سمیترین دوست سامان آدرس خونهش رو بلد نیست؟ ببینین آقا مجید، من میدونم که شما هم میدونین سامان قراره فرار کنه. مطمئنم شما هم معتقدین که فرارش کارو بدتر میکنه. خب من باید باش حرف بزنم، باید منصرفش کنم. خب اگه متوجه بشه که من آدرس رو دادم خیلی از من ناراحت میشه. بذارین من یه خورده فکر کنم بهتون خبر میدم. که اون موقع خیلی دیره، سامان رفته، من الان باید باش حرف بزنم. آقا مجید خواهش میکنم. یعنی لازم نیست ببریمشون بیمارستان؟ نه خیر، مشکل خاصی نیستش. یک حمله عصبیه و افت فشار. اگر مجدد همچی حالتی بهش دست داد به همراه تهوع، اون وقت انتقالش بده بیمارستان. خیلی ممنون، لطف کردی. خداحافظ دیما جان. یه لیوان آب میشه بیارین براشون؟ بله. خدا رو شکر به خیر گذشت. چرا نمیری به یه کاره؟ من اومدم یه خبری بهت بدم. دیدم حالت بده. میخوای زنگ بزنم به بابا یا رامی؟ نه. چرا؟ نمیخوام چیزی بفهمن. میترسی بفهمن که آرش این بلا رو سر تو آورده؟ قرصت. ببخشید. بگو مرتضی. بهت خبر میدم. ببین خیلی آشغالی. صبر کن، نصف پولی که خواستی آماده است. یکی دو هفته دیگه، ولی قبلش باید بری شکایتتو پس بگیری. میفهمی؟ نمیخواد تهدید کنی. یه آدرس برات میفرستم، شب ساعت 8 بیا پولتو بگیر. من به تو اعتماد کردم. خیلی نامردی، خیلی. یه سر قرار.
الو. الو سلام. سلام آقای جوانمردی، حالتون چطوره؟ ممنون. من چند بار زنگ زدم به گوشی خانم نظری، جواب نداد. دفتره؟ بله تو اتاقشونن. و چرا گوشیشو جواب نمیده؟ شما که رفتین حالشون بد شد، ما زنگ زدیم اورژانس اومد، بعد دیگه الان تو اتاقشونن دارن استراحت میکنن. الان چطوره؟ الان بد نیست، ایشالله بهتر میشه. باشه، مرسی. تقریبا همین حدود قیمتی که بهت گفتم میارزه. آقا بیشتر برده دیگه. تو این بازار کساد قیمت خوبی بهت گفتم. کیه؟ منم شادی. واسه چی اومدی اینجا؟ یه دقیقه بیا بیرون، کارت دارم. آقا سلام. آقا چی شد؟ بالاخره فروشنده ای؟ وایسا اومدم. چیکار داری اینجا؟ سلام. بهت میگم چیکار داری اینجا؟ اگه با خودش پلیس میورد من چیکار میکردم؟ قسم خورده بود تنها بیاد، فقط میخواست حرفای تو رو بشنوه. بابا پیرمرده بیچاره داشت سکته میکرد، اگه میورد من چه خاکی میریختم تو سرم؟ تو چرا نمیفهمی اینا رو؟ حالا که اتفاقی براش نیفته طوری نشده. حالا واسه چی بلند شدی اومدی اینجا؟ چرا با من اینجوری حرف میزنی؟ چه جوری باهات حرف بزنم؟ من بهت میگم بیا عقد کنیم بریم، رفتی بابای خدا میورد آوردی با من سر قرار؟ خواستم کمکت کنم. اینجوری؟ من طور دیگه بلد نبودم. بعدش هم کاری که من کردم خیلی هم جواب داده. یعنی چی؟ یعنی شک کرده تو قاتل پسرشی. آها، الان باید خوشحال باشم. مرسی که شک کرده من قاتل پسرشم. چیز کمیه سامان. چی داری میگی؟ اصلا اهمیتی نداره اون. پلیس به من مظنونه. آه، من باید برم. من هیچ راهی ندارم به جز رفتن. اسمش رفتن نیست، فرار کردنه. اسمش هر چیزی که هست من باید انجامش بدم. واسه اینکه اینجا هیچ حرف منو باور نمیکنه. من باورت کردم. به خدا پدر آقا پژمان داره باورت میکنه. تو یه بار دیگه بهش فرصت بده، باهاش حرف. دیوونه ای تو، دیوونه ای، به خدا دیوونه ای. چی شد آقا؟ بمونم یا برم؟ میام الان. من دارم میرم. همه وسایل خونه رو دارم میفروشم. خونه رو یه وکالت دادم به مجید برام بفروشه. تو من میای یا نه؟ سامان به خدا رفتم به ضررت. میای یا نه؟ سامان یکم دیگه صبر کن تو. نمیای. خدافظ. سامان دیگه حرف منو گوش کن. سامان
بله. چی شد آقا مرتضی؟ خیلی خوب الان بیا. جول پلاستون رو باید جمع کنین از تو ماهی سرا بریم. مقصر اصلی ماجرا منم. خودم پای همه عواقبش باید. دیگه نمکنم از بانشو بشتم. مگه بچه شدین شما ها؟ کاش هیچ وقت دوباره رونا رو ندیدم. آرش تو با فرار کردنت میدونی چند تا خانواده رو نابود میکنی. مثل پسرم هرچی بخوای ازت کوتاهی نمیکنه. نمیخوای به من بگی بین تو آرش چه اتفاقی افتاده؟ یه روز خوب و خوش کنار هم نیست. نمیخوای به مامان چیزی بگی؟ بگم قتل کردم؟ توی تاریکی